درود، آیا قصد ازدواج با خواهر یا برادرت رو داری؟ یا بچه دار شدن با پسرموت؟ خب حتی فکرشم نکن، چه پدرت عموی تو باشه و یا مادر بزرگت عمه تو، همخونی میتونه گیج کننده باشه. توی قرون وسطا بسیار رایج بود، اما پیامدهای فاجعه باری داشت. چرا همخونی منجر به عوارض سلامتی توی نوزادان بشه؟ کودک همخون شما چه شکلی میشه؟ همخونی زمانی اتفاق میفته که دو موجود ژنتیکی مشابه با هم جفت بشن. از اونجایی که ما در حال حاضر 99.9% از DNA خودمون رو با هر انسان دیگه‌ای روی زمین به اشتراک میذاریم، یکی از اهداف بیولوژیکی جفتگیری به هم ریختن اون 0.1% از DNA. این شباهت در ژنتیک ممکنه نتیجه فوران توبا که 75 هزار سال پیش توی اندونزی رخ داد باشه. فوران آتشفشانی بر محیط زیست تأثیر گذاشت و تقریباً انسانها رو از زمین محو کرد. تخمین زده میشه که این فوران سیاره رو با 1000 تا 10000 جفت انسان در حال تولید مثل باقی گذاشت. بنابراین آیا میدونید که نتیجه همخونی بودید یا نه؟ آیا به همین دلیله که این افراد مشهور اینقدر شبیه هم هستن؟ خب کمی پیچیده تره. شاهزاده چارلز دوم اسپانیا در سال 1661 میلادی در خانواده پادشاه فیلیپ چهارم و ماریانا از اتریش به دنیا آمد که اونها با هم نسبت عمو و خواهرزاده داشتند. آرزوهای خانواده سلطنتی برای حفظ خط خونی مشترک منجر به تولد شاهزاده‌ای شد که تا 4 سالگی قادر به صحبت کردن نبود و تا سن 8 سالگی نمیتونست راه بره. اون یک آندربایت واضح و یک زبان پف کرده داشت که مانع از بستن دهانش میشد و از نظر روحی هم مشکلاتی داشت. اون از توهم رنج میبرد. چه چیزی باعث این همه نقص شد؟ این به ژنتیک خلاصه میشه. انسان‌ها دارای دو مجموعه از 23 رشته DNA هستند که کروموزوم نامیده میشه. یک ست از مادر و یک ست از پدر میگیریم. در هر یک از این کروموزوم‌ها هزاران ژن وجود داره که ویژگی‌های فیزیکی و بیولوژیکی رو تعیین می‌کنن. ژن‌ها میتونن غالب یا مغلوب باشن. وقتی یکی از ژن‌ها غالب باشه، نوزاد ویژگی‌ها رو از اون ژن دریافت می‌کنه. اما اگه هر دو ژن مغلوب باشن، منشأ DNA از یک ژن مغلوب تره که به عنوان یک ژن اتوزوم مغلوب شناخته میشه. هنگامی که دو نسخه از یک ژن غیر طبیعی به فرزندان منتقل میشه، میتونه منجر به ناتوانی‌های مادرزادی و بیماری‌های ژنتیکی بشه. این پدیده زمانی اتفاق میفته که یک مخزن ژن محدود در یک گونه وجود داشته باشه. همخونی مخزن ژن رو محدود میکنه و با انجام این کار تعداد جفت‌های سالم موجود رو کاهش میده که در نهایت میتونه باعث کاهش جمعیت بشه. فقط میتونید از نئاندرتال‌ها بپرسین. اونها به شما میگن که این ایده خوبی نیست. اونا نمیتونن اینو به شما بگن چون منقرض شدن و آنها منقرض شدن چون بله درست حد زدین، چون روابط همخونی داشتن. نئاندرتال‌ها توی جمعیت‌های کوچکتری زندگی می‌کردن. بنابراین منطقیه که اونها با اقوام نزدیک خودشون جفتگیری کنن. این نظریه بر اساس توالی ژنوم تحلیل شده یک زن نئاندرتال ارائه شده.
نتایج نشون داد که والدین اون خواهر و برادر ناتنی بودند که دو صفت یکسان از یک ژن داشتند. این موضوع توسط رابطه خونی بین والدین تعیین میشه. به عنوان مثال اگه والدین شما خواهر و برادر بودن، ژن‌های مشترک زیادی داشتن. اگه والدین هر دو دارای جهش ژنتیکی یکسانی باشن، کودک در معرض خطر بیشتری برای بیماری اتوزوم مغلوب مثل بیماری سلول داسی شکل یا فیبروز کیستیک قرار داره. دوقلوهای مونوزیگوت 100% ژن‌های خودشون رو به اشتراک می‌ذارن. والدین و فرزند 50% سهم دارن. شما 1/4 از ژن‌های خودتون رو با عمه و تنها 1/8 رو با پسر عموها به اشتراک می‌ذارید. بدون سابقه بیماری‌های اتوزوم مغلوب توی خانواده، پسر عموهای اول بیش از 90% شانس داشتن یک نوزاد کاملا سالم رو دارن. اما به این معنی نیست که شما باید عاشق پسر عموی اول خودتون بشین و بچه دار بشین. حتی اگه کودکان همخون در نسل اول سالم به دنیا بیان، اثرات بلند مدت بر فرزندان میتونه کاهش باروری، کاهش وزن، زمان تولد، افزایش مرگ و میر نوزادان و کودکان، کاهش عملکرد ایمنی و عدم تقارن صورت باشه. چارلز دوم رو یادتون هست؟ ناتوانی‌های شناختی، کاهش عملکرد عضلانی و کاهش عملکرد ریه از پیامدهای دیگه احتمالی جفتگیری توی خانواده است. حالا اگه کنجکاف هستید که در مورد ژنتیک بیشتر بدونید، کانال لنز پلاس رو سابسکرایب کنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید.